درود فراوان به شما رفیقای گلم. امروز اومدیم تبریز، یکی از شهرهای خیلی زیبا. الان خیابون امام خمینیشیم، روبروی گذر قدیمی تربیت. امروز میخوایم بریم گذر قدیمی تربیت رو ببینیم. خیلی از دوستان همشهری که مال تبریز هستن 100% با اینجا خاطره دارن. زیاد میدونیم که امام خیابون امام خمینی که قدیمی‌ترین خیابون‌های تبریز محسوب میشه. اینجا در اولیه زمانی که مدرن شده این برم که میدون ساعته، حتما براتون فیلم میگیرم. انقدر جای مختلف داره که دیگه خودم نمیدونم کجا برم. حالا امروز با من همراه باشید تو این روزای زمستونی. برف اومده، شکل و شمایل شهر کاملا تغییر کرده. حالا بریم ببینیم چه خبره. میدونید که یکی گذره خیلی قدیمیه و دو طرفش مغازه است، پر از رستوران و بازار و بازارچه و حس و حال خیلی خوبه. با هم بریم ببینیم دیگه چیا میبینیم و به قول معروف از این گذر لذت داریم. سعی میکنم سمت چپ برم و راست برگردم که شما بهتر لذت ببرید. خب میبینید که حس و حال خیلی خوبی داره. تو روزه زمستونی نزدیک سالن میلادی هم هستیم. پیشاپیش بهتون تبریک میگم. به به، یه روز زمستونی هم اینجا هست. با این حال که امروز یه روز کاملا وسط هفته است، چون هم گذره همین که حس و حال خرید داره، میبینیم که شلوغه از دید من. و این نمای برفی هم که خیلی زیباش کرده، پر از رستوران های قدیمی مثل رستوران محمدی، مثل حاجعلی. اینا رستوران قدیمی و به قول معروف قدمت داره. اینجا مغازه‌های مختلف، حسال خوب از همه نظر. الان این سمت چپ رو که داریم میریم، در ادامه حتی راست میریم پایین، میبینید که پر از لباس. فکر میکنم داخل بعد جا پاساج هم داشته باشه، حتما اگه پاساجی باشه داخلش هم میرم. واقعا حس و حال خیلی خوبی داره. یه سوز خوبیه نسبت به تهران، خیلی سردتره. بعد مدت ها ما اینجا برف دیم، از تهران هم میومد، شمال تهران میومد، ولی خب تبریز شهریه که واقعا عالیه. امیدوارم که دوستانی که اومدن اینجا یا دلشون تنگ شده اینجا رو ببینن. نگاه کنید هنوز گذرهای اینجا، ببین همه خونه آجوری هست. حالا تری هم که استفاده کردم باز آجوریه همونطور که میبینید. بریم ببینیم دیگه چیا میبینیم اینجا. مغازه دارا اکثرا جلوی مغازه هاشون رو پارو کردن و آوردن جلوتر به خاطر اینکه جا گذره مردم لیز نخورن، یخبندون نشه. جنس های چرمی اینجا میبینید، همه اجناس هست اینجا. میدونید که موازی اینجا بازاره، جلوتر هم که میکنه سرای امین. استحال تبریز یه چیز دیگه است. میدونید که آدم میاد تبریز، باقلوا یا سوغاتی دیگه واقعا بهش مزه میده. حتما با من باشید جا، من حتما ناهار میخورم. سعی میکنم یه سوال ناهارم بهتون منتقل کنم، جاتون خالیه حسابی. خب اینجا یه مجتمع تجاری پردیسه، بریم توش ببینیم. خب میبینید که چقدر شیک، چقدر قشنگ. مغازه‌های خیلی شیک، لباس‌های خیلی شیک، حالا قیمتاشو نمیدونم، ولی از دید من که جنسا همه از درجه‌های بالایی برخوردارن. واقعا تو دل این خیابون عزیز دقیقا پشت این مغازه ها این پاساژ قرار گرفته. خیلی خوبه ها، همه چیزم توش هست.
به نظرم معماری که اینجا به قول معروف انجام شده معماری خوبه، جزو معماری خوب همین مسیر خیلی تکراری نیست، تو دو طبقه، تو سه طبقه است، یه همکفی مثبت یک و یه دونه زیر همکف. همونطور که میبینید به این صورت امیدوارم براتون خاطراتی زنده شده. به نظر من تبریز یکی از شهرهای خیلی خوب و واقعا پیشرفت توش زیاده، یعنی از نظر حالا شهرسازی، از نظر معماری، از نظر تکنولوژی مثل بقیه شهرامون رو به جلوه به شدت. خب ببینیم میگه چه خبره، چه ها میبینیم. به مرکز مدرن استفاده از متریال توسی، رنگ توسی که میدونید برای مدرن به کار میره، کف سفیده، باعث بزرگ دیده شدن میشه، خیلی خوبه. حدید من نظر معماری عالی بود. حالا بریم دوباره تو گذرمون رو قدم بزنیم، حس حالش رو بگیریم. واقعا سوال خوبی داشت با این حال که داخل این گذر بود این پاساژ، ولی از متریال و معماری خوبی برخوردار بود و اجناس شیک، قیمتاشو متوسط رو به بالا. خب برگشتیم تو گذر، این حس زمستونی و برفی واقعا خوبه. حالا یه برفی که زیر پامون یخ زده و این رفت آمدی که واقعا حس حال خوب با آدم میده. اومدم مرکزتر تا بهتون نشون بدم که این گذر واقعا جز گذرهای پر رفت آمد، شلوغ و اینکه پر از حس حال قدیمی و جدید و ترکیب با هم. این بالا حتی شما میتونید این نمایی ساختمون رو ببینید، همه آجوری از تقریبا میشه گفت 100 سال قدمتشونه، از متریالی که به کار رفته میگم و این قدمتی که این خیابون داره. میدونید که اینا جد خیابون های اولیه تبریز محسوب میشن تو زمان مدرن شدن تبریز. بعد اسم اینجا هم به خاطر شهردار اون وقت به اسم محمد علی تربیت بوده، سر این موضوع اسم این خیابون هم گذاشتن تربیت، دیگه از اون موقع به همین اسم مونده. صدای رو برف را رفتن خیلی حس خوبی به من میده. خب حالا تو فیلم بازار تبریز حتما رستوران حاجی‌علی و محمدی و اینا براتون فیلمشو میذارم، نزدیکه ولی خب به صورت مجزا براتون فیلمشو میذارم. اوه خیلی اینجا سوره. اینم یه چند تا المان داره، حالا من تو برگشت حتما دوره میگیرم. مثل همین که مرد سلمانی بود، یعنی پیرایش سر بود. حالا بریم ببینیم دیگه چه خبره و حس و حال دیگه چطوره. یه حالت امارتی داره، نگاه کنید، یعنی مغازه ها که الان به صورت مدرن شده، شهرداری حتما یه دستوری داده، چون من نگاه کردم همه یه مغازه ها سردرشون حالت چوبه و اسم برند و اسم مغازه‌شون رو گذاشتن. بالاش هم که هنوز همون ساختمونه با همون طرح و اشکال قدیمیشه. واقعا خوبه. واقعا هر شهر ما مخصوصا شهرهای تاریخی ما یه معماری خاص خودشونو داره، یه حس و حال قشنگ خودشونو داره، تاریخ خودشونو داره. من که واقعا لذت میبرم. حالا سعی میکنم در آینده شهرهای دیگه هم برم و دوستان همیشه گل، عزیزان گل، رفیقای خودم که منو همراهی میکنن با حمایتاشون، با نظراتشون، با انتقاداتشون، سپاسگزارم از تک تکتون.
خب کم کم میگه داریم به انتهای این گذر که یه پیاده راه محسوب میشه میرسیم، دوباره برمیگردم. اگه چیزی از قلم افتاده باشه حتما تو راه برگشت با هم دیگه میبینیم و لذت میبریم. خب پر از پاساژهای حالا قدیمی جدید کنار گذر هست. زیاد اشراف اطلاعاتی ندارم ولی سعی میکنم چیزی که میبینم منتقل کنم. اصولا دارم از اون پیاده روی بالا حرکت میکنم چون یه جوره برف روش نیست، اینور یخ زده، خطر لیس خوردنش زیاده، به خاطر همینه که مردم اینور خلوت. میگم که المان عکاس باشیشه، میگم خیلی جالبه. خب همینطور که داریم میریم اینجا ورودی بازار شیشه گر خانه است یا بازارهای قدیمی و معروفه، حتما در ادامه توی ویدیو دیگه وسط مجزا براتون فیلمشو میذارم. اینم که مرد بستنی فروشه، یه المانه خیلی هم زیبا. خب تقریبا انتهاش داریم نزدیک میشیم و دور میزنیم، حالا تو مسیر هرچی که از قلم افتاده رو با هم دیگه میبینیم. من که حسابی دارم لذت میبرم، ممنونم از شما به خاطر تمام حمایتات. من این قسمت هم یه مغازه دارم میدم ندیده بودم، مثل مای فروشی و تخمه مرغ و اینجور چیزا. به به خب اینجا هم که خیابون فردوسیه. میگم این هسته مرکزیت تبریز از اینجا شکل گرفته. اینجا هم یه کوچه هست که پر از پروتئینی و اینجور چیزا هست. حس حال خوب، پر از موزه و چیزهای دیگه هست. حتما همه رو با هم میریم دور بزنیم و برگردیم ببینیم که چیا از قلم افتاده و دوباره فیلمشو بگیریم. خب اینم المان مرد فرش فروشه. گفتم تو این راسته تربیت پر از این المان هاست. واقعا این برف چقدر زیباست، چقدر جلوه خوبی میده به شهر. دلم تنگ شده بود قدم بزنم تو این برف ها. خب بریم برگردیم داخل خود تربیت. امیدوارم تا این لحظه لذت برده باشید. پشمان آزمان واقعا جمعیت رو میبینید با این حال که اینقدر برفه. خب میتونید شلوغی رو باز بیشتر احساس کنید. به من که داره خیلی خوش میگذره. بود اگر نظر اطلاعات چیزی کم و کسره یا اشتباه خوشحال میشم تو کامنت ها بگید و اضافه کنید. مخصوصا دوستانی که اهل شهر تبریزن و بهتر از من اطلاعات دارن و مشرف هستن. از نظر المان یه چیز سنگ تموم عدید من این خیاب. خب این مسیر برگشتمونه. این المان های خیلی خوشگله که دارید میبینید، همونطور که میبینید دارم حالا این برف و یخ رو پول میدن این برون بر که یخ بندون نشه تا شب یخ بزنه مردم آدم خدایی نکرده سر بخورن. اکثر مردم از پیاده روی بالا استفاده میکنن. اینجا هم که بازار شمس تبریز رو فکر میکنن، شمس تبریزی البته. اینجا هم که بازار شمس تبریزیه. یه ذره آفتاب اومده، از این سوز سرما کم شده. ما که داریم لذت میبریم، جای شما خیلی خالیه.
میشینه دست مالام میشینه آی من عبیده نصف دبیره اینجا هم بازار نوره خب اینجا بازار نوره تو همین تربیت طلا فروشی و لباس اینو بیشتر فکر کنم طلا فروشیش بورس باشه همونطور که میبینید حتی بازار طلاش زیادی داره تبریز فکر میکنم حالا من زیاد مشرف نیستم و چیزی که میبینم و یا چشمم میخوره میایم با هم دیگه نگاهی میکنیم و لذتشو میبریم با این معماری که دارم میبینم فکر میکنم پاساژ حداقل مال 40-50 سال پیشه یعنی این سبک دقیقا شبیه سبک معماری پلاسکو مستطیلیه یه وید دور تا دور میشه گفت مغازه و اینا پایینش هم که پر از چینی و بلور و اینجور چیزا هست همطور که میبینید لوازم خونگی هم هست یه تعداد اولا هم که همه طلا و جواهر که نه طلا آره جواهر هم هست هر از جایی میبینید خب دور بزنیم برگردیم بریم سمت خود تربیت خب میبینید که الان تقریبا میشه گفت دم ظهره بازار خیلی شلوغ‌تر شد همونطور که میبینید اینجا هم بازار شیخ صفیه میدونید این پشت همه به هم راه دارن دیگه همه این بازارچه و اینا اکثرا به هم دیگه راه دارن سوال خوب خرید میشه اینجا احساس کرد حالا دستروش ها میدونم کم کم بساط میکنم خب یه داره هوا برفی بود نبودم اینجا هم که این کوچه موچه همه غذاخوری های مختلفه چه حسال خوبی داره واقعا لذت بخش قدم زدن تو این خیابون تربیت اصلا شهر تبریز حسال خیلی خوبی داره این شاخه های درخت های برفی میافته بعضی موقع شانسی میده توی جقه من یه جوری یخ میزنم که نمیتونم تصورش رو بهتون منتقل کنم امیدوارم از این مسیر لذت ببرید اینجا موزه صدا و
جای دیگه هم هست، حتما اگه باز باشه به خاطر کرونا دوباره بعضی جا تشدید شده احتمال داره تعطیل شه. امیدوارم که اگه باز باشه حتما یه سر میزنیم و میبینیم. دوست عزیزمونم به آهنگ میزنه، آهنگ آذریه. مرد کفاش بود دیدیدش المانش. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید، پر انرژی باشید. تا ویدیو بعدی، بدرود.